از حضرت خاتم المرسلین و سید الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند من صلی علی مره لم یبق من ذنوبه ذره، هر کس بر من یک بار صلوات و درود بفرستد ذره ای از گناهان او باقی نخواهد ماند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوشحال هستیم که در این روزهای نورانی ماه شعبان در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و میتونیم که انشالله وارد بشیم در یک مبحث ارزشمند دیگر از مباحث گناه شناسی. افتخار داریم که در خدمت کارشناس محترم مسائل دینی و استاد گرانقدر دانشگاه فاضل ارجمند جناب آقای دکتر افشاگر هستیم. عرض سلام دارم آقای دکتر، خیلی خوش آمدین. سلام، وقت حضرت عالی بخیر باشه ان شاء الله. سلامت باشین، زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر ناصر و معین. بنده هم عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه بینندگان خوب برنامه. سلامت باشین. خب بنده هم به سهم خودم اعیاد شعبانی مخصوصا میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را محضر شما و همه بینندگان محترم تبریک و تهنیه عرض میکنم. زنده باشید، تشکر میکنم. در رابطه با موضوع گناه شناسی، همونطور که فرمودین، یکی از بحث های مهم که شاید امروزه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره بحث لقمه حرام یا حرام خاری است که به هر حال از ابعاد مختلف قابل دقت و توجه هست. درست. کوشش میکنیم در این فرصتی که وجود داره به چند محور بپردازیم، هم یک مفهوم شناسی شوه، آثار این گناه، مصادیقش و راههایی که احیانا آدم میخواد جلوگیری کنه از رفتن در حرام خوری و اینها را بیان کنیم و اگر فرصتی شد بعضی از احکام این مسئله را اشاره کنیم. بسیار عالی. در رابطه با بحث مفهومش، به هر حال آمده که انسان مالی را که و سرمایه‌ای را که از راه حرام و نامشروع به دست بیاوره میشه همون حرامخواری، و به هر حال میتواند ابعاد مختلفی داشته باشه. حالا نمونه هایی را اشاره میکنیم که انسان مالی را که فروش اون جواز نداره اون را بفروشه. درسته. مثلا آلات قمار را، شراب را، چیزهایی که از این دست هست، یا عرضم خدمتتان مالی که برای اجتماع مضر است اینها را به فروش برسانه و از این راه کسب درآمد کنه. بله. یا اینکه مال دیگری را که جایز نیست تصرف کنه، به دست خود بگیره و به هر حال از منافع اون استفاده کنه، از این راه کسب درآمدی کنه. اینها همه مصداقی از مال حرام هست و گونه ها و ابعادی از مال حرام هست و کسب و درآمد از اون حرام می باشد. حالا ولو گفته میشه حرام خاری، ولی پوشیدن این اموال هم که از راه غیر شرعی به اصطلاح کسب کرده، پوشیدنش هم جایز نیست، استفاده کردنش هم جایز نیست، که حالا در بحث احکام باز به اونها اشاراتی خواهد شد. به هر حال از آیات روایت استفاده میشه که چنین کاری حرام هست و گناه کبیره هست، و حالا تعبیری که در آموزه های دینی قرآن کریم هست، مال حرام سحت و خوردن اون را اکل سحت، بله، بهش پرداخته شده و یاد شده. بسیار. اما این گناه مصادیق متعددی داره. حالا بعضی مصادیق به هر حال چه در گذشته بوده چه امروزه، و بعضی هاش هم جدیدن میتوانیم به اونها اشاره کنیم که به وجود آمده. بله. از جمله مصادیق اکل سحت یا مال حرام خوری بحث ربا هست، که انسان به هر حال در خرید و فروش یا قرض و امثال اینها مرتکب ربا شه و مالی را به دست بیاره. بله. مورد دیگر که از مصادیق اون هست رشوه است، که به هر حال برای پیشبرد کارهای خودش به کسی پولی را به عنوان رشوه پرداخت کنه، حالا چه گیرنده چه کسی که میدهد، هر دو در حقیقت مرتکب حرام میشن و این مال حرام هست. غصب، این که کسی به ناحق مال دیگری را غصب کنه و تصرف غیر مجاز کنه، خب این هم
باز از این راه اگر درآمدی کسب کنه حرام هست. بله. احیانا کسی خدای نکرده فعل قمار را انجام بده، مرتکب قمار شود و پولی را به دست بیاره، باز این از مصادیق دیگرش هست. بله. کسب مال از راه‌های باطل که حالا در همین بحث گناهان کبیره هم به بعض موارد اشاره شده، اینها هم باز همین رقم است. خدای نکرده کسی مال دیگری را سرقت میکنه، از راه دزدی مالی را به دست میآورد، باز این یکی دیگر از مصادیق است. ممکنه کسی فروشنده باشه ولی کم میفروشه، یعنی کم فروشی میکنه مالی را. بله. خب درآمدی که از این راه کسب میشه باز حرام هست. خدای نکرده کسی از راه فحشا پولی را به دست میاره، مرتکب فحشا و زنا و امثال اینها میشه، هم پولی که میدهند هم پولی که میگیرند حرام هست. کسی تصرف در مال یتیم میکنه و اموال یتیم را به هر حال به جیب میزنه و از این راه کسب درآمدی میکنه، مساق دیگری هست. خدای نکرده کسی اشاعه فحشا میکند. به هر حال بعضی را دیدین در جامعه گاهی دیده میشه که یک فعلی را میخواد که گناه هست، میخواد که ترویج کنه در جامعه. بله. اینا خیلی آدم های عجیبی هستند که نه تنها خودش کار بد بلکه اشاعه فحشا میکنه و پولی را در قبالش میگیره، این هم باز از مصادیق دیگر است. خدای نکرده کسی جاسوسی کنه و افشای راز و سر مؤمنین کنه. گاهی میبینی افرادی در سطح کلانتر راز و اسراری که در یک کشور است. بله. میان به کشورهای بیگانه میتن و به هر حال از این کسب درآمد. خب این هم حرام است، اینکه ما راز اسرار مؤمنین را به دیگران منتقل کنیم و بالاخره در قبالش پولی بگیریم، شنود کنیم و امثال اینها، باز مصداقی هست. به هر حال مصادیق به اصطلاح درآمد حرام، کسب حرام و به تعبیر قرآن اکل سحت خیلی زیاد هست. بله. گاهی افرادی میاین یک چیزی را به دین نسبت میدن، بدعت در دین، و در قبال او پولی را میگیرن، باز این حرام هست. بله. گاهی شهادت به دروغ، فرد میره در یک جای حاضر میشه و شهادت به دروغ میده، پولی میگیره. گاهی ممکن هست که فردی بیای وصیت فردی را تغییر بده، حالا گاهی چیزی را که شنیده گاهی هم مکتوب میه تغییر میده و در قبالش کسب درآمدی میکنه، اینها هم باز جعل اسناد و جعل اسناد. احسن. اینها در حقیقت در خصوص همین موضوع مثلا مونوگراف پایان نامه هم که بعضی ها میان به دیگری پول میتن. بله. چون این در حقیقت در مقابل ای نوشتن اسناد بهش میتن، سند علمی بهش میتن. الان اگر کسی دیگری اینو بنویسه فرمودن که این جواز نداره و حرام هست، یعنی من بیایم پایان نامه برای شخص دیگر، او سند میگیره من بنویسم. بله. خب این پول هم جواز نداره. شایع پراکنی، گاهی افراد که در فضای مجازی گاهی پول میگه به ما بده، ما این چیزها را نشر میدیم، اکاذیبی را نشر میدیم، شایعاتی را نشر میدیم. بله. اینها حرام هست. گاهی دیده میشه افرادی جادوگری میکنن، سحر و جادو خب سابق هم بوده امروز هم هست، گاهی به اصطلاح احضار ارواح میکنن پولی میگیرن، یا اجنه را خلاصه تسخیر میکنن، اینها هم باز همین رقم است. آقا واسه همین بحثایی مثل از کنیم که رمالی و کفبینی و اینا چی رقم؟ بله اینا هم همین حکم داره. بله. در حقیقت پولی از این راه درآمد داره، چون اصل اینها جواز نداره دیگه، درآمدش هم جایز نیست. بله. یا خدمتتون عرض کنم، بعضیا میگن ما طراح هستن، طراحی‌های میکنن که غیر مجاز هست، غیر شرعی هست و در قبالش خلاصه پول میگیرن، حالا در عرصه‌های مختلف، این هم حرام است. تولید و فروش مثلا حالا هم گاهی در جامعه پیش میاد، ببینین استعمال انگشتر طلا برای مرد جواز نداره، اینا کسی که ساخت و ساز این را میکنه میفروشه طلا را برای مرد که استفاده کنه، این را گفتن از مصادیق کسب حرام هست و
جواز نداره. بله. چنانکه کسی میایه به هر حال برنامه های مبتذلی را که به هر حال اخلاق خراب میکنه، نمیدونم مجموعه را به فحشا و عقایدشان گاهی خراب میکنه، گاهی اخلاق، این اینا هم نشرش، هم ساخت و سازش و هم خرید و فروشش جواز نداره. خواستیم یک مجموعه ای را، حالا مصادیق دیگری هم هست، درسته، عرض کنیم که ما وقتی میگیم مال حرام و اکل حرام، صرفا نمی بحث دزدی نیست که ما بگیم فرد دزدی، یکی از مصادیقش موارد متعددی است که اگر انسان دقت نکنه خدای نکرده گرفتار این گناه بزرگ میشه. بله. و آثار شومی در زندگی او رخ خواهد داد که انشالله در ادامه بس خدمت شما هستیم و آثار اون رو بیان خواهیم کرد. خدا خیرتون بده جناب آقای دکتر افشاگر بزرگوار، بهرمند شدیم از زنده بیننده، از همراهی شما هم سیمان را تشکر میکنم. انشالله این مبحث ادامه خواهد یافت در بخش دیگر، انشالله درباره آثار و پیامدهای سوء گناه حرامخواری یا اکل حرام صحبت های جناب استاد افشاگر را به اتفاق شما خواهیم داشت. همراه ما باشید. از همراهتان سیمانا تشکر میکنم. بینندگان عزیز، با ادامه برنامه عارفانه در خدمتتان هستیم و موضوع صحبت ما مبحث گناه شناسی هست و صحبت درباره گناه لقمه حرام یا حرامخواری هست، به عبارت دیگر همون اکل سحت یا اکل حرام. در روایتی قدسی از الله متعال جلت عظمته آمده که خداوند متعال خطاب به بنده خودش می‌فرماید: فمن کد دعا و علی الاجابه، ای بنده من بر تو باد به دعا کردن و بر من است که اجابت کنم. فلا تحجب عنی دعوتا الا دعوت آکل الحرام. و فرمودند که دعای هیچ کسی محجوب نخواهد بود و به اجابت خواهد رسید مگر دعای کسی که لقمه حرام می‌خورد. انشاءالله که از این گناه همه ما مسئول باشیم و خداوند متعال قدم‌های ما را در این مسیر هرگز نلغزانه و همواره انشاءالله که از تمامی گناهان مسئول باشیم. در خدمت استاد گرانقدر جناب استاد افشاگر هستیم تا بیشتر درباره آثار و پیامدهای سوء گناه حرامخواری بدانیم. بفرمایید استاد. در رابطه با گناه حرامخواری و لقمه حرام، خب آثار فراوانی ذکر شده، هم آثار دنیوی هم اخروی، که اشاره وار به بعضی از اونها میپردازیم. والا خوب قبل از شروع کلامی را از ملا احمد نراقی، اون عالم بزرگ اخلاق که آثار ارزشمندی هم داره، عرض کنیم. ایشان در توضیح این گناه و آثارش میفرماید بزرگترین عامل این هست که سعادت انسان رو به خطر می اندازه، یعنی بله یک گناه عادی نیست، عجب، با رستگاری و سعادت انسان در حقیقت در ارتباطه، اون رو به خطر می اندازه، اون رو آسیب می رسانه. ولی این کلام خیلی باید مورد توجه قرار، من اینه کم نمی آنم، حالا من یک چیزی می خونم دیگه، حالا چی میشه؟ نه، این همین لقمه حرام وقتی وارد بدن من شد، وارد بطن و شکم من شد، اثراتی داره که حتی سعادت انسان رو به خطر مندازه، رستگاری انسان رو خطر مندازه، از بزرگترین موانعه. خب آثار زیادی در این خصوص آمده. قبول نشدن اعمال عبادی، نماز، روزه، به هر حال صدقه، چیزهای مختلف، حج، اینها در گروه نمیام. اگر من حرام خوار بودم اونا را آسیب میرسانه و عمل من به هر حال پذیرفته نمیشه. در یک روایتی آمده که اگر کسی یک لقمه حرام بخوره تا 40 روز نمازش اصلا دیگه عجب. قبول نمیشه. عجب. بله، انصافا عجیب هست. در یک نقلی باز آمده که انسانی که حرام میخوره مثل کسی میمانه که خانه اش را بنا میکنه روی آب یا روی یک زمین ریگزار. خب یا این شکل نمیره روی آب که آدم، درست، یا هم اگه بگیره سست است روی شن. انسان وقتی خانه را آباد میکنه، خب من از این طرف هرچی عمل خوب است انجام بده اما مراقبت بر لقمه هم نکنم اثری نداره. بله، باطل میکنه، خراب میکنه اونها را. اما طور که فرمودین یکی از آثارش این هست که دعا حبس میشه، مستجاب نمیشه.
خب خدای متعال به هر حال لطفش بیکران هست به همه بندگانش، ولی میفرماید که من دعا را کسی را که لقمه حرام میخوره را مستجاب نمیکنه. خب وقتی این هست انسان باید خیلی دقت کنه. محرومیت از بهشت، انسانی که مرتکب لقمه حرام میشه و حرام میخوره بهشتش از دست میده. باز در نقل های مختلف هست که حرام است بر کسی که بهشت حرام است بر کسی که لقمه حرام میخوره. از اینها باید مورد توجه. بحث دیگر قساوت قلب، کسالت روح، انسان قسی القلب میشه، انسان دلش میمیرد. شما ببینید در جریان کربلا وقتی سوال میشه مگه اینها شما رو نمیشناسن، به ابا عبدالله خطابه، مگه نمیشناسن ولی چطور، چرا این کارا رو میکنن، چرا حتی حاضر نیستن حرف شما، کلام شما رو بشنوند؟ حضرت پاسخ میده که لقمه های حرام در درون اینها رفته و این حال و هوار این رویات به اینها رفته. خیلی خطرناکه، قسی القلب میکنه. همونطور که عرض کردیم سعادت و رستگاری انسان را به هم به اصطلاح مانع میشه و از بین میبره. سستی در دین، ببین انسان وقتی به لقمه حرام عادت کرد در مسائل دینی که انه سست میشه، بله، به هر حال جدیت نداره، کم 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 دین میگذاره کنار. خب این آسان گام به گام هم هست، یعنی انسان اطور نیست که یک دفعه، همین که یک دفعه دو دفعه چند مدتی لقمه حرام زیر به اصطلاح خورد و استفاده کرد، نسبت به مسائل دینی کم توجه میشه، سست میشه و کم کم وقتی بی تفاوت شد دین کنار میره، لغلقه زبانش میشه. نعوذ بالله من ذلك. عاملی است برای اینکه انسان دست به کارهای زشت، کارهای بد و امثال اینها بزنه، یعنی لقمه حرام مقدمه انجام سایر گناهان خواهد بود. میبینی یک دفعه میشنوی فلانی یک خطای بزرگی، تعجب، خب این لقمه حرام است و اینها خیلی عجیب هست. بحث بی برکتی در مال هست. بعضیا فکر میکنن اگر من از راه حرام کسب درآمد نکنم به جایی نمیرسم. بعضا هم میگن آج آقا، میگه الان اگر آدم حلال اینا رو رعایت کنه چیزی گیرش نمیه. همینطور همه تو میگه دنیا همین رقم شد، باید راه کج بری که یک چیز گیرت بیاد، در حالی که این خطا هست. یک مؤمن اصلا این نگاه رو نداره. فرمود مال حرام اولا جمع نمیشه، بله، اگر احیانا در یک جای جمع شد بی برکت است، درست، ثمره نخواهد داشت. در یک نقلی آمده که نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه فرمودن هر کس مال حرامی به دست آورد آن را در حوادث سخت از دست خواهد داد. بعض وقتا جمع میشه ولی در یک چیزایی از دست، مثلا طرف میآید دقت نمیکنه، رعایت نمیکنه، کم فروشی میکنه، از این مالش بگیر، یک مقدار جمع میشه ولی این در یک به اصطلاح سرطان تبدیل میشه و باید هزینه کنه، در یک بیماری های لاعلاج، در یک مسائلی که اصلا فکرش نمیکنه. گاهی دیدین برای بعضیا مسائل پیش میاد آدم میمونه این چی شد؟ خب این وقتی خوب دقت میکنی مال از یک جاهایی جمع شده که دقت نشده، نامشروع است اینا، الان در یک مسیری خزینه میشه که خودش هم فکر نمی‌کنه. حضرت به این اشاره کرد. بله. از دست دادن نورانیت دل. ببینید یکی از چیزهایی که بعضیا برخوردارن، مؤمنین اینها اهل تقوا، یعنی دلش نورانی است. بله. این صفحه دلش نورانی است، خیلی چیزها را نشان میده، اسم میکنه، میفهم. لقمه حرام این نورانیت دلم میگیره. شاید شنیده باشین یک فردی است به نام کربلایی کاظم، ایشان به هر حال عنایت الهی میشه، 30 جز آیات قرآن رو حفظ میکنه اصلا. بله. خدا به سبب نمی. بعد در یک جای میره میگه همونجا سوالاتی ازش میکردن و بالاخره به شکل نور میدید تا آیات را. به هر حال همونجا یک غذای میخوره، بعد وقتی سوال میکنه یک مقدار او وضعیت سابقه نداره، ضعیف میشه که عجب.
ازش سوال میکنه چه، میگه این لقمه ای که خوردم ظاهرا مشکل داشته، آه مشکل داشته، یعنی اون نورانیت اثر وضعی دارد دیگه. درست درست. سلب توفیق، به هر حال ما در مسیر بندگی نیاز داریم که خدا به ما عنایت کنه. درست. انال اگر ما خدای نکرده لقمه حرام میخورم، اون توفیقات کم میشه. تعبیر که از سلب توفیق، نماز شبم گرفته میشه، بله. نوافل گرفته میشه، مستحبات کم کم میاد، شامل واجبات هم میشه. لذا اینم خیلی مهم است. گاهی بعضی ما توفیق نداریم. خب توفیق نداری دلیلش گاهی نمی بی‌دقتی در حرام به اصطلاح مال هست که آدم. یکی از آثار سوء لقمه حرام اثری است که ما در نسل ما قرار میگیره، اثرات به اصطلاح بر فرزندان ما، حالا چه از طریق نطفه که منتقل میشه در شکلی این مشکل پیدا میکنه، چه این لقمه را که میتونیم میبینیم فرزندان ما شخصیتشان تغییر میکنه. بله. بزرگان ما هم گفتن، بنده هم معتقدم که بزرگترین ظلم یک پدر به زن و فرزند یکیش اینمیست که لقمه حرام به اون میده. بنابراین بله. و آثار وضعی را داره. بعد شما یک دفعه میبینی که فرزند فلانی چه کارهایی کرده. خب دقت در لقمه نشده. بله. لقمه بله. حرام هم در شکل گیری شخصیت خود فرد و هم در نسلهای بعدی تأثیر گذار هست که این خیلی مهمه. فرمود که باعث میشه که دل سیاه بشه و تاریک بشه. عجیب است که در نقلی آمده که وقتی کسی لقمه حرام میخوره، به هر حال این دل ازی وارونه میشه. عجب. دلش تاریک میشه، ظلمانی میشه. حالا در نقل ها این چنین آمده. در یک نقلی آمده که کسی که عجیبه، واقعا ما اینا رو گاهی تأمل کنیم، فکر کنیم روش. اگر یک لقمه حرامی وارد بدن یک کسی شد، وارد شکمش شد، همه فرشتگان تعبیر روایت او را لعنش میکنه. عجیب. فرمود همه فرشتگان. خیلی سنگینه اینها. یکی از چیزهایی که ما واقعا چشم دوختیم به او بحث شفاعت است. شفاعت نبی مکرم اسلام، اهل بیت او، بزرگان میخوایم از شفاعت. فرمود لقمه حرام بر اساس نقل باعث میشه که انسان از شفاعت انبیا و اولیا چی شما محروم شد و دستش خالی میشه دیگه. سلام علی خدا. باز نقل های دیگری هم هست که عذاب دنیوی و اخروی نصیب انسان میشه اگر سر این لقمه دقت نکنه. در یک جمله اگر ما بخوایم که اثر در حقیقت لقمه حرام را خلاصه کنیم، ایست که سعادت انسان را از بین میبره، انسان را شقی میکنه، انسان را بدبخت میکنه، که آثارش هم در این دنیا خود نشون، انسان بدبخت از همینجا او آثار دیده میشه دیگه، اون اثراتش در این دیده میشه و در آخرت خب شهود پیدا میکنه و بیشتر اون را میبینه. انسان خلاصه شقی و بدبخت و بدعاقبت میکنه این لقمه حرام. بسیار عالی. آقای افشاگر بزرگوار تشکر میکنم، نکته بسیار مهمی را اشاره فرمودین، بخصوص این بخشی از فرمایش حضرت عالی که اشاره فرمودین به کسانی که در مقابل سید شهدا علیه السلام صف کشیده بودند و هلهله میکردن و صدا و وعظ و نصیحت امام علیه السلام را نمیشنیدن، بلکه کمر همت بسته بودند برای کشتن امام علیه السلام. علتش این بوده که حضرت فرمودن چرا که شکمهای اونها پر از لقمه حرام هست و این واقعا میتونه که یک هشدار جدی باشه برای همه ما، ان شاءالله این گناه را بزرگیشه بدانیم و عواقب سویش ان شاءالله درک بکنیم. تشکر میکنم از آقای افشاگر بزرگوار. از نظر بیننده خوشمند هستم همچنان همراه ما باشید. با هم میان برنامه کوتاه دیگر تقدیم شما میشه و در بخش پایانی ان شاءالله صحبت را ادامه تقدیم میکنیم خدمت شما. از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که در وصیت خودشان به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند به خدا سوگند، به خدا سوگند، به خدا سوگند، کسی که ذره مال حرام بخورد در قیامت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دور می افتد و از حوض کوثر
نمی نوشد و مشمول شفاعت آن حضرت نمی گردد. پناه می بریم به خداوند متعال از این گناه و انشاءالله که خداوند متعال توفیق را بکنه که در آنات و لحظاتی که در محل کار خود هستیم، محل کسب و درآمد خود هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که مهمترین وظیفه ما این است که رزق حلال کسب بکنیم و این عبادتی است بسیار بزرگ که فرمودن عبادت 10 جز دارد که 9 جز آن در کسب حلال است. انشاءالله که در این مسیر همه ما توفیق داشته باشیم. در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید. خب یکی از سوالاتی که در این بحث وجود داره این هست که چه راههایی وجود داره که ما در دام این گناه گرفتار نشیم، از لقمه حرام به هر حال دور بمانیم. خب در این خصوص اساتید اخلاق و بزرگان نکته هایی را فرمودن که میتوانه برای ما واقعا کاربردی باشه. بله. که به بعضی از اونها اشاره میکنیم. یکی این هست که زمینه ها و ریشه های این گناه را از خودمان دور کنیم و از بین ببریم. دو عامل مهمی که برای این گناه وجود داره، یکی فقر است، یکی ضعف. انسان هایی که حالا چه فقیرن چه از فقر میترسن معمولا در این دام میافتن. اونهایی هم که ضعیف هستن، آز ضعیف و نفس یا از هر جهت، لذا این وقتی ریشه است، عامل این گناه است، ما این را از بین ببریم، تبدیلش کنیم به غنا و قوت. بله. انسان کار و تلاش کنه و بالاخره این مقدار به خود زحمت بده که چون فقر واقعا چیز خوبی نیست، در روایت هم اصلا بهش سفارش نشده، حتی خیلی هم در حقیقت مذمت شده تا جایی که گفته ممکنه منجر به کفر بشه، اصلا کادن یکون کفر انسان. لذا انسان خب وقتی میتوانه که فقر رو از زندگی خود از بین ببره، تلاش کنه ده، کوشش کنه، این یک زمینه ای رو فراهم میکنه که از مال حرام دیگه دوش، چون به غنا رسیده دیگه، درست بی‌نیاز شده. و این یک نکته است. نکته دیگر این است که بیایم فرهنگ سازی کنیم و در حقیقت تصویر سازی کنیم از آثار سوء لقمه حرام. بله. پیامدهای لقمه حرام را خلاصه بیایم یادآور بشیم، هم در ذهن خود ما هم در اجتماع. بالاخره اینه اون بلاهاش را به تصویر بکشیم که نه، از طرق مختلف، از گفتگو، از مثلا نوشتاری و اینها، از طریق به هر حال بحث‌های هنری اینها را ما به تصویر بکشیم. نه. تا افراد تجسم بشه که این چه آثار سوئی داره. این کار ارزشمند است. گاهی ما باید با در با استفاده از هنر بیایم این آموزه های دینی را به تصویر بکشیم و نشان بدیم. بله. نکته بعدی که باز اثر داره تقویت باورهای دینی است. بله. به هر حال ما باید بیایم این باور رو تقویت کنیم که خدا عالم هست. ممکنه من الان یک کاری کنم دیگری متوجه نشه که حقش خوردم. بله. مالش رو بودم، یک کاری، ولی خدا که عالمه، خدا که ناظر هست، میبینه بر اعمال ما، ناظر هست. چه زیبا فرمود امیرالمؤمنین که لقمه حرام را کسی که داره وارد شکم خود میکنه نمیدانه او کسی که من کرده این کار را داره میبینه، ناظر است. یعنی وقتی من دارم مال حرام میخورم، خدا که داره میبینه، خدایی که من کرده این عمل زشت را. بله. خب من پس باورهای دینی خود رو تقویت کنم، خدا علم داره، خدا ناظر هست، خدا برش غیبی وجود نداره. نکته بعدی این است که به هر حال یاد مرگ در زندگیم بیشتر شد. بله. ببینید یکی از چیزهایی که میتوانه خیلی کمک کنه مرا که گناهان را ترک کنم، خدا نکرده چشم چرانی هست، موسیقی گوش میام، چی میگم ضعیفم هستم در مقابل گناهان نمیتونم مقاومت کنم، فرمودن که بحث توجه به عالم قبر و قیامت هست. این مقدار انسان توجه کنه قدرت پیدا میکنه. بله. در خصوص مال حرام هم همینه، فرمودن که یادآوری مرگ کنه زیاد، یاد معاد.
وقتی اینها در ذهنش باشه میترسه دیگه. وقتی من میدانم امین لغمه رستگاری مرا به خطر مندازه، موجب آتش قیامت من میشه، قبر من میشه، میترسم دیگه. لذا یک عامل دیگری هم که با یک راه دیگر همنشینه. بله بله، با بعضی که حلال حرام سرش نمیشه رایه، من وقتی همنشین مثل اون بشم، از این آدم ها فرار کنم. درست. اینا یار بدن، مثل مار، مار باید ازشون فرار کرد. خدا خیرتان بسه که اگر چنین شد انسان در دامن این گناه کمتر گرفتار میشه، شاید هم شما وارد نشه. خدا با شما خیر. به تاج آقای افشاگر عزیز خیلی بهرمند شده. انشاءالله که خداوند متعال توفیق بده که از این گناه دوری بگذاریم. زنده باشین. با اتمام برنامه نزدیک شدیم و از معذرت مرخص میشیم. اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عن من سواک. خدا حافظ و نگهدارتان باشه.